چطور میتوری؟ میخواییم یه ریاکشن داغ 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 بریم روی آهنگ جدید سینا پارسیان به نام زهره، که حتی نمیدونم فیت با پرستو هست یا نه. آقای پارسیان لطف کردن که این آهنگو برای من زودتر فرستادن که من ریاکشنشو آماده کنم همزمان با انتشار آهنگ، ریاکشنم آماده باشه، یعنی منتشر بشه. دیگه من نگاه نکردم که فیت با پرستو هم هست یا نه. حالا میریم گوش میدیم متوجه میشیم. بریم که داشته باشیم زهره از سینا پارسیان داخل پرانتز و پرستو، شاید هم این داخل پرانتز نباشه، در این حد داغه. این سابسکرایبر رو بزن ما را بیفتیم. 1 2 3 چی میتونه باشه؟ کردیه؟ آقا همینجا قبل از اینکه شروع بشه من یه تبلیغ بکنم. پادکست جدید قفلی یه اسم کردی خیلی قشنگ داره، یعنی نگم برات. 31 منتشر میشه توی کانال تلگرام و اپهای پادگیر، اپهای پادکست پخش کن. تبلیغ کردم. زور سفید رو سرت، اسب سفید زیر پات، با مشکی موهات امشب جون گرفتی، امشب تو یادم دادی. اصلا زندگی اون قطرها پیچیده و مشکل نبود، آسون گرفتی، آسون گرفتی جونم و سخت برام باور کنم. جشن عروسی تو چرا با اون گرفتی؟ گفت زندگی سخت نیست تو آسون گرفتی، باورم نمیشه جشن عروسی تو با اون گرفتی. ایول، حالا من یکم تمرکز ندارم چون موزیکش یه جوریه که سندروم دست بیقرار من داره بیقراری میکنه، واسه همین سعی میکنم روی ترانم یه فوکوسی بکنم، یعنی تمام تلاشم رو میکنم. ایام و گرما خوش کرد و رفتی و من موندم، آسون گرفتی، آسون گرفتی جونم و سخت برام باور کنم. جشن عروسی تو چرا با اون گرفتی؟ یه چیز دیگر من الان متوجه شدم، آسون گرفتی جونم و وای، یعنی ایهام. دریام و گرما خوش کرد و رفتی و من موندم و این آفتاب الان کجا بارون گرفتی؟ باد و مبارک در جهان، سور و عروسی های ما، سور و عروسی را خدا مورید بر والای ما. واه بابا، این باید الان یه چیزی من انتظار دارم. ملودیش یه جوریه که من دوست، یعنی دوست ندارم، یعنی انتظار دارم که یه حالت مناسبتی باشه ولی مناسبتی نیست. سرخ شدم، چرا اینجوری شد؟ دوهترین شد با قمر، توتیترین شد با شکر، هر شب عروسی دگر از یار خوش سیمای ما. صبح کنیم یه جوریه، یعنی خب من میدونستم تا یه حدی
تو مایه های مثلا متال طوره، ولی انصافا تا این حد انتظار نداشتم. و اینکه شعرش رو نمیدونم خودش گفته یا به نظر میاد که این هم مثل خورشید شعر از خودشون نیست. حالا باز نمیدونم، من در جریان جزئیاتش نیستم، میگم داغه داغه. بریم بقیهش رو بشنویم. تا اینجا من نصف شعرش رو فهمیدم، نصف موزیکش رو، یعنی تمرکزم نصف این وره نصف این وره، جفت نیم کرهای مغزم رو دارم به کار میبرم. قشنگی در آورده توی پرکاشن، واقعا خلاقانه است. بیشتر از اینکه قشنگ باشه خلاقانه است. ببخشید. خلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست. شعرش رو خودش نگفته، گفته بعید میدونم. خلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ما. استوب آقا، استوب، یکم آروم باش. این دو تاریت خیلی با هم فاصله دارن، خیلی با هم فاصله دارن. هر جور حساب میکنم این دو تاریت خیلی با هم فاصله دارن. که چجوری آخه به مغزت رسیده به این دو تاریت ترکیب؟ در جهان سور و عروسی های ما، سور و عروسی خدا بریده برهای ما. مای پش بابا دیگه تموم، من فکر کردم تموم شد دیگه، انصافا این سری انتظار نداشتم. عروسی های ما، سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما. زهر قرین شد با قمر، توتی قرین شد با شکر. آه، زهر قرین شد با قمر، من اصلا حواسم به این نبود. زهر قمر در عقرب شد اوضاع یکم. آقا من این شعرش رو تقریبا میتونم بگم شاید 10-20% ازش فهمیدم، چون هم با توجه به تنظیمی که داشت خیلی سخت بود به شعرش توجه کنی، همین که شعرش فکر میکنم یکم جایی توجه بیشتری داره. سوره
این فیتی با پرستو نبود، این موضوع اول. خب من نمیدونستم اینو. دوم اینکه من به موزیک های کردی مدتی به واسطه یه دوست عزیزی خیلی علاقه من شدم و خیلی زبون قشنگی دارن، یعنی کاری به لهجهشون ندارم، من با لهجه خیلی هاشون مشکل دارم، ولی زبونشون قشنگه. جدا از این، آهنگ به نظرم خیلی پیچیده بود و ترجیح میدم الان راجبش نظر ندم، ولی اون سورپرایزی که باید میشدم فکر میکنم شدم، چون من یه چی میگن انتظار یه سبک از تنظیمی مثلا شبیه به خورشید داشتم. متوجه میشین چی میگم؟ یعنی اینجوری که الان این خیلی خیلی های متال بود رسمن. حالا یه سری میگن های متال، های متال باشه اوکی، ولی سنگین بود. نمیگم کار خوبی بود، نمیگم کار بدی بود، ولی بیشتر رو به خوب بودن سوداش و اینکه سینپارسیان یه هدفی که داره و بارها هم اعلام کرده این که نمیخواد تجاری کار کنه، نمیخواد روی مارکت سوار باشه، روی موج مارکت سوار باشه، و میخواد که این خلاقیتی که تو ذهنش هست و روی جریان موسیقی که راه انداخته پیاده کنه. حالا من کاور این موزیک هم میگم ندیدم، چون فقط آهنگش برام ارسال شد، احتمالا روی کاورش هم اون برچسب همیشگیشون هست که یه ورود ممنوع خار داره چیه اونه، که نشان از کارهای مفهومیه، یعنی کارهای غیر تجاری، کارهای غیر عام پسند. پس این موزیک هم میشه اینو برداشت داشت ازش که نیازمند گوش دادن بیشتره. ولی حالا اگر شعرشو بذاریم کنار، من با تنظیمش حال کردم انصافا، سعی کردم، خیلی سعی کردم جلو خودمو بگیرم که جلفازی در نیارم، ولی بازم چند جاش از دستم در رفت. به نظرم خوبه. خوب بودنم به این معنی نیست که چون آقای پارسیان حالا یه دوستی با من داره، نه، بحث دوستی جداه، بحث کار جداه. توی کار من خب توی این مدت حداقل سینپارسیان خودش رو ثابت کرده که چقدر توانایی داره. امیدوارم همینجوری با کیفیت پیش بره و این موزیک هم اگر شد من نقدش رو انجام میدم. شما هم توی کامنت ها بنویسین که نقدش رو انجام بدم یا ندم. دمتون گرم، خیلی چاکریم، مرسی. سابسکرایب یادتون نره. قربان شما، خدا نگهدار.